از محصولات وطنی استفاده کنین. انرژی پارتی طعم‌های مختلف داره و هر طعمی را که شما دوست دارین میتونین خریداری کنین. امروز در بخش حال شما دکتر سلیمان نصاری محقق در طب اسلام مهمان ما هستند و در رابطه با ارزش عضلات بدن انسان میخوایم صحبت کنیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. علیکم السلام، تشکر از شما همچنان. جناب دکتر صاحب بسیار خوش آمدین. میشه در رابطه با همین بحث امروز ما صحبت های شما را بشنویم؟ زنده باشین. من هم بنابرای خود سلام خدمت شما دوستای تکنیکی بینده هایی که مکنون برنامه ما شما را مشاهده میکنم. امیدوار هستم هم از گزند روزگار در همان باشن. بحث های تسلسلی ما شما در رابطه با بدن انسان هست و ارتباطش با اسلام عزیز میباشه که امروز اختصاص دادیم در رابطه با عضلات صحبت میکنم. واقعا یکی از نعمت های بسیار بزرگ خداوند در بدن انسان عضلات می باشه. و اگر بگوین که چی هم هست عضلات؟ بله، از لحاظ طبی تعریف همی هست که عبارت از یک دسته الیاف فایبری هست که باعث حرکت بدن انسان میشه. و امی که انسان از یک جای در دیگه جای حرکت میکنه توسط عضلات میشه. یک بار سنگین را که زمین ما برمی داریم بلند میکنیم با کمک عضلات صورت میگیره. هر نوع کارایی را که انسان در دنیا انجام میده از برکت عضلات هست که خداوند برای انسان داده. یعنی یک پوشی از بالای استخوان‌های ما دیگه عضلات. بله، همه قسمی که استخوان‌ها فرم بدن انسان هستند و بدون عضلات نمیتونن کار کنند و عضلات خداوند به تمام استخوان‌ها به شکل پوش کرده که یک قسمت ارتباطشان نشان میده و بعد از او دو نوع راست و چپ هست. یعنی اگر یک عضله راست حرکت میکنه باید چپ هم حرکت کنه، یعنی دست انسان، و اگر باز میشه بسته هم شوه که اونم مرتبط به خود وجود انسان می باشم. یعنی هر عضلات این ویژگی ها را دارد؟ بله، ولی عضلات بسیار یک چیز مهم هست. وقتی که ما شما میریم پیش یک قصاب گوشت می خریم از یک ایوانه، میریم گوشت جوش میتیم، میبینیم گوشت تار تار میشه. حال توابتی را شناخته که امی خود عضلات بدن انسان از الیاف تارهای میلیون ها دانه تار با هم دیگر یک جو شدن، یک الیاف و چندین الیاف با هم یک جو شدن تا تانستن یک عضله را بسازه، با چندین عضله با هم دیگر یک جو شده بدن انسان ساخته. ولی چیز بسیار مهم هست که میلیون ها تار هر کدامش با یک حساب ارتباط داره و امی که انسان میخواه بر از او یک وظیفه بده، یک کار را انجام بده، در امو وقت و در امو شرایطی که ضرورت است امو کار با میل انسان انجام میده، یعنی تابع و در اراده انسان هست. بله، و چند نوع است جناب دکتر صاحب؟ بسیار سوال خوب. عضلات به صورت عموم تپ میگه سه نوع عضلات است. بله، یک عضلات هست به نام اسکلتون مسل میگن، یعنی عضلات ارادی که خارج استخوان پوش کرده. یک نوع عضلات هست که به نام اسموت مسل میگن که لشم هست که قسمت داخلی بدن انسان پوش کرده، دیده نمیشه. و یک عضله دیگه هست که عضلات غیر ارادی یعنی خودکار هستند که خودشان کار میکنن. میخوایم در اینجا یک صحبت داشته باشیم. ببینید چقدر خداوند انسان دوست داره. و چیزی که ما اختیارش داده این تعداد عضلات در بدن یک انسان 600 دانه هست. 600 دانه، 206 استخوان بود، 600 عضله هست. 500 عضله ارادی هست، اختیار ما هست. 100 عضله دیگه که کارش قوی هست نمیتونه که ما او رو انجام بدیم، او رو خداوند غیر ارادی ساخته. یعنی توازن محبت خداوند با انسان ببینه. اگر ما بخوایم دست خدا واس کنیم بس کنیم میتونیم، حرکت کنیم میتونیم حرکت داده، ولی ما میتونیم که حرکات قلب خود کنترل کنیم، زیاد کم کنیم. چون وظیفه هزی روزانه 1,00,000 مرتبه تقلص هست، 9,000 لیتر خون پمپ میکنه، ای از کنترل انسان خارج است. خوب سپورت مینای ما شاید 20,000 دفعه به این شکل دست خود حرکت نتونه، چون ای عضله خسته میشه نمیتونه که زیاد کار کنه، او عضله قلب است که کار میکنه. حالا ببینید شما در یک فضای روشن هستین، دفعه در یک تاریکی میدرین، از تاریکی یک دفعه فضای روشنی میایین. این می خود مردمه که چشم یک دفعه به حساب خدا بشار خرد میسازه تنگ، یک دفعه عجز خدا میکنه، یعنی خدا عجز میکنه که اون اونجا باید تصویر تشکیل بده. یعنی هر چقدر ما کوشش کنیم میتونیم کیله خرد کلان کنیم، نمیتونیم، اتومات هست. یعنی بسیار نعمت های خداوند در وجود انسان قسم هست که وقتی که انسان توانش نداره، فرض مثال ما شما رو خداوند گفته که روزی پیدا کنیم حلال، یعنی وقتی گفته حلال پیدا کنیم، ما شما مسئولیت داریم با این پنجه های خود لقمه خود در دهن خود میبریم. امی مجردی که از گلون تیر میشه دیگه باز ما اختیار داریم، دیگه ما میتونیم دو کار کنیم. خوب با سیستم اتوماتیک است، اونمو عضلات لشم ملسا هست که رو منظم میبره داخل سیستم هاضمه میکنه میده، بعد از او ذخیره میکنه، مخلوطش میکنه، انتقالش میده به روده های خرد، در اونجا هضم و جذب صورت میگیره، مواد که ضرورت است گرفته میشه، مواد اضافگیش خارج میشه. یعنی اینی
غیر ارادی هست. یعنی دختی بسیار حساس ده. عضلات همی هست که خداوند وجود انسان بسیار دقیق آفریده. بله. او چیزی که میتونه خودش اختیار داده. او چیزی که نمیتونه میگه برو بگذار ما اتوماتیک جورش میکنیم که فرض مثال وظیفه معده شما ببینید، وظیفه تنفس ببینید، حرکاتی که صورت میگیره داخلشش ما شما خواب هستیم و یا وظیفه هضم و جذب غذا رو ببینید، حرکات قلب ببینید و نیورون هایی که در داخل خود دماغ هست کار میکنند. اونها در اراده اختیار انسان نیست. اینه یکی از دانشمندان میگه اگر ما تنها در دنیا بالای عضله انسان فکر کنیم، تحقیق کنیم، اینه می کفایت میکنه به خاطر شناخت. خب تحقیقاتی که در اسلام و صحبت هایی که از نظر اسلامی در این زمینه شده چی هست؟ تحقیقات اسلامی همی هست که خداوند میگه که ما وقتی که انسان ساختیم استخوان هایش بعد از او گوشت روش پوشانیدیم، ثم کسونا لحمه، بازو ما گوشت روش پوشانیدیم. یعنی ببینید قرآن از نوع عضلات، از آناتومی، از گوشت وجود انسان صحبت میکنه، ولی بحث های علمی اسلامی ما دیگه ای است که از یک نطفه که اصلا در میکروسکوپ برقی به بسیار سختی دیده میشه ولی ای تو عضلات ساخته میشه که امروز بسیار برای ما کمک میکنه. همون یک خروج من بین صلب و ترائب، ما از آب جهنده که هست خارج میشه ما انسان میسازیم. یا دیگه میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقیم، ما انسان در بهترین شکل و سیما آفریدیم که از این استفاده میکنم. حتی دانشمندان میگن که اگر یک طفل سون بخاری میدونه و شما میفهمین که او در بخاری اگر تماس بگیره میسوزه، امی حرکتی که شما برتان قمانده داده میشه از دماغ و فورا حرکت میکنه او را نجات میدین. میگه اگر انسان بالای از این تحقیق کنه، فکر کنه که چطور ای کمان میه، چطور ای عضلات اماهنگ میشه، چطور یک جای به سرعت او را نجات میده، میگه حسلا حق بشری نمیتونه سر ازی فکر کنه. یا کسی در شنگ بام میباشه احساس میکنی که مفتن دارا زودتر میخواید نجاتش بده. این رای خطر، یعنی بسیار کار هست که ما هر روز از کنارش عادی تیر میشیم، برای ما بتفاوت شاید باشه. بلی. ولی از لحاظ دانشمندا و مکانیکاتی که در وجود سیر دقیق دارین و کار زیر ببینین، وظیفه زیر ببینین که هان قدر مغلق پیشیده هست که به جز اینمی محبت خدا را به انسان نشان میده. بله و همکاران ما یک ویدیو هم آماده کردن جناب دکتر، خوب است که صحبت های شما را هم بشنوید. ببینید امی عصب مرکزی است، هر عضله یه عصب داره کنترل میکنه. عضلات بایسپ ترایسپ هست که جوانان در وزن برداری زیاد استفاده میکنن. ما گفتم یه تار هست کنه. بله. خود عضلات تار هست و هر تار هزو در داخل یک دیگر حرکت میکنه. یعنی 40% وزن بدن انسان عضلات تشکیل میده و عضلات یک خاصیت بسیار خوب داره. اگر شما بخواین ایره خرد کنین در داخل همدیگر داخل میشه، یعنی یک عضله که 10 سانتی طول داشته باشه و 4 سانتی تبدیل میشه. این خاصیت خداوند برش داده. ببین به این شکل اکتین و مایسین هست که زیبندل ها هست کار میکنه. جوانایی که میرن وزن برداری میکنن این کار می عضلات خود این خاصیت عضله هست که از هر تار از این یک هایپرتروفی پوندش پیدا میکنه که اینمی عضله را کلان میکنه. وقتی که کلان کرد اونمو باعث از این میشه که حجم پیدا میکنه. حجم اونمو که در وزن برداری جوانا از این استفاده میکنن. ولی یک چیزی که بسیار اینجا باید دقت شود، جوانا وقتی که وزن برداری میکنن سپورت میکنن، سر یک عضله کار نکنن که در آینده برشان نقص میکنه، باید بر کل وجود باید کار کنن. و ببینید فعالیتی که امروز ما شما امی پای ما از زمین برداشته میشه، هر روز حرکت میکنیم، میگردیم، استفاده میکنیم، این عضلات هست که ما را کمک میکنه. اگر این عضلات پای اجازه میده که به طرف پیش چی رقم بره، واز چی رقم شه و بسته چی رقم شه، یک عضله طرف راست، یک عضله طرف چپ، یعنی اگر راستش میبود چپش نمیبود، باز دیگه انسان ناقص میبود، درست نمیتونست کار کنه. و حتی میتونه که اینمی حرکت های قوی که انسان انجام بده، سر هر نوع عضله تقریبا 600 عضله هست، 500 دانه عضله ما شما ارادی هست، اختیار ما شما هست، بالای هر کدامش حرکت های مخصوصی که انجام بیافه، اینا یک خاصیت خودشان کلان میشه، پوندش پیدا میکنه، ظرفیت داره. ببینید 10 سانتی است، وقتی که فشار بتیم خردش کنیم میتونیم اینا در داخل یک دیگر خارج شوه. و اینمی میلیون ها تار هست، هر دانه تار هزی از خود حساب داره. یعنی اگر خدای نخواسته یک سوزنک عادی در یک قسمت بدن انسان شما دکه بتین، از جای خود بالا میشه. و این اونمو سیستم بسیار مغلق و پیچیده است که خداوند در قرآن میگه و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفسهای خود بیندشین، کمی فکر کنین. و این یک رای کوتاه به خاطر شناخت خدا هست، به چه شکل نا تغذیه میشن، به چه شکل نا حرکت میکنن، همه میفهمن که به چه شکل باید تقلص کنن که تا اینمی هیکل و جسم وجود انسان سالم باشه، عبادت کنه، فکر کنه و در دنیا بسیار خوب بدرخشه.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب، بسیار خوش آمدید. زنده باشید شما. سلامت باشین. لطف کردین از اینکه امروز تشریف آوردین. وقفه میگیریم و بعد از وقفه در بخش چهره ها برمیگردیم.